فصل کروکه، یه کروک خوب میخوام بهتون معرفی کنم. عزیزای خود خودم، قربون تک تک شما برم، در خدمت شما هستم. باعث افتخارمه که میبینم انقدر نسبت به من محبت داریم و لطف داریم. یه ماشین کروک آوردن، فصل کروک هم هست دیگه، شروع شد کروک و کروک بازی. من دیدم خیلی ماشینش نوعه، گفتم حتما براتون یه پست خوب براتون بذارم. دوستای عزیزم، ماشینای کروک چون جز به ماشینای اسپورت حساب میشن، تا زمانی که سر پان فوق‌العاده‌ن، ولی خدا نکنه حتی تویوتاش هم همینا، حتی لکسوس هم همینا. اینو خدمت شما عرض کنم، حتی لکسوس این ماشینم چون ماشین اسپورت هستش، اگر خودشو ول بکنه دیگه جمع و جور کردنش خیلی سخته. حواستون به این مورد قطعا باید باشه. بیاین بچه ها جلو، یه در بزرگ بسیار قشنگ و دوست داشتنی، طراحی خوب. این ماشین دوست ازم سال 2006 طراحی شده، صندلی کاملا برقی. ببینید چهار نفره اصلا نیست، اینجوری بهتون میگم، دو نفره است. یعنی شما چهار نفر اصلا نمیتونید. الان میرم عقب میشینم نگاه بکنید. ببینید من الان اینجا تقریبا راحتم، تقریبا نه کامل راحت. تو همین حالت اگر بخوام برم عقب این ماشین بشینم، تو همین حالت اگه بخوام برم عقب این ماشین بشینم، که خیلی هم پول میکشه، عقب صندلیش اومد جلو. ببینید اپافات داره، این به این شکل هست. ما به سختی تونستیم بیایم عقب ماشین جا بشیم و این پشت کاملا محفظه بسته است و به نظر من اصلا مناسب حال افرادی مثل من نیست. شاید یه بچه کوچیکی بتونه عقب بشینه، ولی اصلا ماشین چهار نفره نیست و توصیه نمیشه اصلا چهار نفره باش بخوایم مسافرت بریم. دو نفر نهایت یه بچه کوچیک میتونه از این فضا استفاده بکنه. ولی صندلی عقبش هم بد نیست، ولی سقف رو نگاه کنید دوستان، سر به سقف میخوره و اصلا شما به نظر من نمیتونید اون لذت کافی رو از این ماشین ببرید. خب دوستان، رفت آمد این پشت اصلا خیلی سخته بابا، حال نمیده. ماشین موتور 6 سیلند روشه، گیربکس 6 سرعته روشه، 24 سوپاپه، بسیار ماشین قوی، دفر عقب، پتانسیل خیلی خوبی داره این ماشین، خیلی نرم و راحته. به نظر من تو کروکا که تو ایران هست خیلی بیشتر میشه روش حساب کرد نسبت به بی ام و که بیشتر این کروک هست و بنز که بیشتر این کروک هست و این ماشین. این ماشین من به نظر من از هر ستای از بنز و بی ام و سواری نرمتر و راحتتری داره و بیشتر میشه روش حساب کرد. دوستان نگاه بکنید ماشینش خیلی نوعه، 20 تا کار واقعیه، اینا همه واقعی روشه، یعنی از اونا نیست که چسبونده باشن. حتی این مشنواش هم اینجا هم پلاستیکا همه واقعیه. فرمون نگاه بکنید، آج فرمون، بوی نوعی خود ماشین اصلا داره از دور داد میزنه. من تو این 10 سالی که تو ایران بودم اصلا راه نرفتم. صدای موتور رو نگاه بکنید، موافقی داریم یه دور بزنیم با این کروک جذاب؟ نظرتون چیه؟ پس با ما همراه باشید. فرمون برقیه این ماشینه که مالاش بالا پایین میشه، این نور پشت صفحه هست که کم و زیاد میشه، این آینه هاشی که اتوماتیکی بازه بسته بشه، چهار شیشه همزمان با بالا پایین میشه،
خروج بسته و باز میشه، چراغ شور، USB در صندوق و در باک. زمانی که سقفش جمع میشه و داخل صندوقش میره، کل صندوق شما میشه اینقدر، نگاه بکنید کلا میشه اینقدر، یه وجب در یه متر، دقیقا یه وجب در یه متر. صاحب این ماشین از دوستان عزیز ماست، گفت آقا من میدید دکمه اسپورتش روشن کن تا میتونی بهش گاز بده. خودش اجازه رو بنده خدا داد. البته که ما تو اکثر موارد رعایت میکنیم و از همه اجازه میگیریم. ماشینش بسیار تمیزه، نزدیک 230 حسب بخار قدرت داره و گاز که میدی خیلی قشنگ، خیلی نرم، قشنگ، تند، تیز، چابک. خیلی ماشین رانندگی باهاش به نظر من تو کوروکا از همه نرم تره. من نظر شخصیمه، حالا یکی دوست داره میگه من اینو اسل میپسندم، یکی میگه من 428 میپسندم، یکی میگه من 335 میپسندم. من نظرم مخالفه، این از همه شون نرمتر و راحتتر به نظر بنده. خب اینجا نگاه بکنید، رو حالت اسپورت داره، حالت برف داره، ما رو حالت اسپورت قرار میدیم که میخوام یه بتازونیم ماشینو و یه سفتاسد خوب ازش بگیریم. بعد سیستم صوتیش هم دوستان خیلی خوبه، اینجا هم گرم کن سرد کن هاشی میبینید، سرد کن برای تابستون، گرم کنم که برای زمستون. قشنگ فرمون تو دسته، هر جوری میخوای با هاش بری برو، اصلا کابین صدا نداره. ماشین ماشالله به قدری نوعه، مبارک صاحبش باشه، به قدری ماشین نوعه که آدم لذت میبره. ما نمیدونیم چرا توی این چند وقته که دیگه ماشین وارد نمیشه، اصلا نمیدونم، مثل کمبود ماشین نو پیدا کردیم. من اصلا ماشین نو میاد در مغازه حالا بد میشه، میگم حتما یه ویدیو براتون بذارم. خیلی نرمه، خیلی نرمه. ترمزهای خیلی خوب، یه گاز، به 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 به، اشاره میکنی وای میسته، اشاره میکنی شتاب برمیداره. میبینید آج فرمونه، ببینی نوعه نوعه نوعه، این نه عوض شده، نه فرمون عوض شده، نه چرمش عوض شده، این فابریک خودشه. دوستان خدا نکنه این ماشینا به صدا بیفته، دیگه سر صداشو نمیشه جمع کرد. حتما حتما توصیه من به شما اینه که نوشو بخرین و ازش لذت ببرین. من شاید به جرئت بهتون بگم، اگر بگن یک ماشین کوروک بهت بدیم که دو نفره باهاش بخوایم بری سفر، تنها انتخابم این گزینه باشه، تنها انتخابم این گزینه. و این هم بهتون بگم این ماشین چون زاپاس نداره، یعنی کلن اینا زاپاس ندارن دیگه، لاستیکاشون رامفلته، لاستیکشو باید 4 تا نو کنم، یعنی باید 4 تا لاستیک نو بندازم میخوام برم سفر باش. خدمت شما عرض بکنم که فقط هم با این ماشین چون نرمه راحت، بقیه ماشین ها یه خورده تو جاده اذیت میکنه آدم ها. یه چیزی دیگه هم به شما بگم، این ماشین چون باکس عقب نداره، صندوقش اصلا کامل، یه کوچولو الان بهتون نشون میدم، یعنی شما فقط یک ساک دستی میتونید تو صندوق عقبش بذاری، یعنی در اصل این صندلیای عقبو اگه وسایل چیزی داری میخواد باید اینجا بذاری، جای دیگه نداره این ماشین برای سفر. صندوقش درست فکر میکنید بزرگه، اما صندوق نداره. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشین. گفتم دیگه فصل کروک شده، دیگه خودت ما عوض بکنیم،
در خدمت شما هستیم. صداقت در اولویت، محمد محمودی، شهرک غرب، جنب بنزین دادمان. خیلی خوشحالم این روزا میشنوم دوستای عزیزم صداقت در اولویت داره هر روز و هر روز و هر روز داره بین مردم فراگیرتر میشه و مردم دارن نسبت به این کلمه واکنش مثبت نشون میدن. همه تون رو دوست دارم، همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم.